پیغمبری خدا گفتن روز قیامت خداوند با چهار نفر چهار گروه را متهم می سازد. چهار نفر، چهار شخصیت قطعی و چهار پیغمبر چهار گروه را خداوند متهم می سازد. زبان کوتاه می گرداند. علل اغنیا به سلیمان علیه السلام بایه ها را راست می کند. بایه هایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست می کرد. از خداوند می پرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است می گفته است چی می گفته است؟ می گفته است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد کنار نداشت، از این خاطر به حسابی امونها وابسته بودم، با دوادبی امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان می خیزاند، می گوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مال داشت که اگر تمام طبقه های امین زمین اگر می خرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود. که این آدمی با دولت چی می شود؟ متهم می شود است، زبان کوتاه می شود است. و علی العبید بی یوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند چرا نماز نخواندی؟ می گوید از پروردگارا من غلام بودم، من به خودم سرور و مولا داشتم، من وقت نیافتم که عبادت کنم. حضرت یوسف و پروردگار نزد این غلام حاضر می کند، می گوید یوسفم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمی کرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضا بی ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمی خوانند بی نهایت زیاد است، اینها را وقتی خداوند زنده می گرداند و می پرسد چرا نماز نخواندی؟ میگوید پروردگارا من بیمار بودم، من بیمار بودم، من نتوانستم، از جای خود خیسته نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شق شده بود، فلج بودم، از این خاطر من نماز خوانده نتوانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راوی های کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود، 18 سال بیمار بودند، از جای خود خیسته نمیتونستند، لیکن بازم این دعا میکردن پروردگارا تمام بدن من اگر در من باشد من راضی هستم، بجز زبان من، خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفت ایوب گفت تو پیغمبری خدا هستی، دعای تو خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد؟ حضرت ایوب گفتن ای زنه، گفتن چند سال راحت دیدم؟ گفتن 80 سال بالای راحت بودی. سال شد، گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم می دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم می دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید.
امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند. در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. وقتی در این خل حالت نماز فرض باشد، پس چی جای این سردرد و این فشار خون و این دامنه و دیگر کسل هایی که در ما و شماست؟ در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد، با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه. اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردم چی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک بگوید، کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض است، وی کافر می شود بگوید، زیرا حکم خدا را چکار کرده است؟ وی انکار کرده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل می کرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز می خواند. و علی الفقرا به عیسی علیه السلام، لیکن آدم های فقیر، آدم هایی که فقیر بودن، آدم هایی که کمبغل بودن در دنیا، اینها وقتی که خیزانده می شوند و از اینها پرسیده می شود، اینها می گویند که ما پروردگارا درست نبودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم، از سهر تا بیگاه در دکان نشستیم که یک سوم برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورد است، می گفت است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کمبغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نماند. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازند.